خوش اومدین. حالتون چطوره؟ خوبین؟ نوبتی هم که باشه، نوبت کیه؟ پوتک. خیلی وقت بود فرصت کرده بودم از پوتک چیزی بذارم، انقدر که آهنگای جدید اومده بود. اومدم سراغ آهنگ یادگاری که دیس سپر خلصه است برام نوشتید و مثل اینکه یه دیس خیلی قوی هستش. دیس بکش هم مثل اینکه سگ‌کشیه، درست میگم؟ که مثل اینکه تبدیل بگی بیف شده بوده کلن. حالا کاور فوتوش رو نگاه بکنیم. خب بچه سپر خلصه معروفه دیگه به این که کلن خیلی اهل ماریجوانا و این داستانا هستش و مثل اینکه خوشش میاد بکشه بره تو خلصه و همون کلاهی هم که همیشه سرش میذاره و گردمند دلار، قیافه هم که قشنگ چشاش شهلا و در حال فضانوردی دیگه، گویاه دیگه، نیازی به توضیح نداره. خب بریم. الو الو، صدت خواهیتی؟ اوه، اثر منفی شد. الو سپر خودتی؟ اون رضا پیشرو نبود؟ اگه بودش بگیم ویدیو رو همینجا قطع کنم. بچه من چیزی در مورد آهنگ اصلا نمیدونم، هیچ تحقیق خاصی نکردم، در همین حدی که گفتم میدونم. رضا پیشرو که نیست، این کی اون بره خط؟ آلبوم که میاد سپر جون؟ بله؟ میگم آلبوم که میاد؟ آره اونه یکم خال خیلی آلوم مریضیه. نه همیشه این مریض رو به کار میبریم. پشت ترمان خانواده هستش یکم سیده سیده پایین. چی؟ سیده سیده پایین خانواده هستش اینجا. زنته؟ خانومه. زنته نه خانوممه؟ یعنی چی؟ زنم نیست خانوممه؟ زنش نیست؟ ببین فقط یه چیزی باید دیگم تمامش تو کنم. این که میگی یخ نه چی؟ جک روی یخ اینه تای تایتانیک منظورت چیه؟ چی شد؟ میگه تکستامو خودم نمی نویسم، لیتو برام می نویسه؟ واقعیت این به نظر می رسه که یه تماس واقعیه، نمی دونم انگار صدا گذاری فکر نمی کنم باشه و سپر خلصه داره میگه که تکستمو خودم نمی نویسم، لیتو برام می نویسه. مثل چیز پارسالیپ که می گفتن مگاهیتو خودش ننوشته. در مورد خلصه هم البته شنیدم بعضی ها مثلا میگن که تکستشو لیتو براش می نویسه و یه همچین داستانه. خوب از خودش واقعیه. بچه چه مود شده دیسترک ها رو با یه تماس تلفنی و اینجور چیزا. البته اینکه قدیمیه فکر میکنم، ولی جالبه از این حرکت زیاد استفاده میکنن رپرها. بعد حواسشون جمع باشه تلفن زدن بهشون آمار ندن و یعنی توی دیسترک صداشون در میاد. اولندش که بذار فرق دیست تو ایران با خارج از ایران بهت بفهمونم. ببین اینجا وقتی یکی دیست میکنن میگن اون کسی که دیست شده گنده شده، ولی اون بر وقتی کسی دیست میشه هم از طرفداراش کم میشه هم به گا میره. این دیست من از اون دونه. روش کن سپیده کچر سپیده؟ سپیر کن سپیده؟ این دیست من از اون دونه. روش کن سپیده کچل منگل تو رو چه به این حرفا، سیست به کانادا میخوره گویلا برفا، تو که خواهی مال شماره یکی، اسکویت وار این دفعه میدی دوباره بکی. شماره یکیه؟ خودشو میگه شماره یک. کیو میگه شماره یک؟ نمیدونم شماره یک کیه. تو که خواهی مال شماره یکی، اسکویت وار این دفعه میدی دوباره بکی. تو لندن حتا پول نهار نداشتی، یه ما ایران بودی یه جا خواب نداشتی. این عشق رپای بدبخت و تیغیدی، رویاتو توی پولات میدیدی. حمید بهش که باج نمیده حاجی، امروز باد خوبه فردا از روی آجی. تو این میزنی هن نوع لزوی هن خالی نمن که دهنتو جر میدن. این ادامه بدی.
میلی شف نزن عکسم تو خونه انقدر تو کف کسی با یه عکسم لختی تویی که دلیل شادی لایک زید رو پستت دلیل جر بندی که روش کرست دلیل نمیبینم واسه پسترم من همه فنا با هم خلصه کسه امت الان اینجام کسی نبود پشتم شعر گنده ها نبود دلیل رشتم مغزم هم میخواد بگا کی بره تو که رپر مورد علاقت گیه نزو بگه رپر مورد علاقت گیه؟ چی؟ زما میخواد بگا کی بره تو که رپر مورد علاقت گیه نزو گیمه یه همچین چیزی شنیدم نفهمیدم چی گفت بگم هستش چه حرفایی بام تو که میل زدی واسه شرکت تو بفرمایید شام کار تو بفرمایید شام شرکت کرده بود خلصه؟ یا میگه میل زده بودی میخواستی شرکت کنی؟ هستش چه حرفایی بام تو که میل زدی واسه شرکت تو بفرمایید شام کارنامه گوی فیک هیپ هاپی من رپ میخونم شما همه هاپ هاپی دوستای سنگ میتی که دست دادی رپ جمعه نداری تو جو شهرت ریدی انقدر چه فلوی باحالی داره پوتک تو این آهنگ خیلی متفاوته با قبلی که ازش شنیدم گل زدی سراب شده نب این همه کس میگی تو چی تو خود دیری تو 4 ساله هایجی که بای یادگاری چون تکس نمیتونی بگی رفتی خواهی مالی من 6 ماه 4 تا آلبوم اکیپ بتون رو روح من گایدم بوم ایهام کیرم چسبیدم مستر و دره یمنه میاره هیچکس خلزه رو کیر دکتر دره امینمو میاره بعد هیچکس خلصه رو هیچکس خلصه مگه با هم آهنگ دادن من نمیدونم مگه دادن بنویسید دم تو رپتون بهم نگید رپر من یه سبکی جدیدم بگید پوتکر هیپ هاپو داری میدی با این کارا بگا یه کمی تمرین کن کیفیت کارو نگاه یا از زنگ زدی گفتی آشنا داری سایتی واسه این استان برای خرید فالوئر او میگه خواستی فالوئر بخری پول پکیتی که من میدادم بعد از این شد که شده چی میتونه پوتک بگه بدتر از این کل اکیپ به تو پیشنهاد فیت دادم ولی من کار نمیدم با هیپ هاپی عوضی خیلی فکر کنم از هیپ هاپی ها بعدش میاد که میگه من با هیپ هاپی ها فیت نمیدم تو از شاکوس های خاله ای واسه من نخاله ای لیل وین دهاتتی صدا بزغاله ای زیدت هم سایست صدا بزغاله ای من اصلا صدای خلصه رو دوست ندارم کلن زیاد سبک من نیستش یعنی احترام میذارم به طرف داراشو اگر دوست این آهنگاشو ولی من حال نمی کنم اصلا واسه من نخاله لیل وین دهاتتی صدا بزغاله زیدت هم سایزت برام تو وان با کفش مدرک ماه گرفتگی پشت پای چپش میگه پشت پای چپش ماه گرفتگی داره سبک این بار دیگه اینجا بشنوم زیدت هم سایزت برام تو وان با کفش مدرک ماه گرفتگی پشت پای چپش تو هیپ هاپی واسم کسخالی نیگا رپ واقعی وقتیه که خودکشی میگاد بکری من مثل بقیه میشینم سکوت میکنم ببین تو که میگی وضع مالی خوبه چرا یه میلیون تو نمیه بدی ها قرض میگیری فرار میکنی کچ یه میلیون تو من قرض گرفته نداده تو من ببین تو که میگی وضع مالی خوبه چرا یه میلیون تو نمیای بدی ها قرض میگیری فرار میکنی کچل حقت با همون یکی کچل دیگه بری تو حال میشی دبل کچل شما تو بچه فکر کنم منظورش سهراب ام جی فکر کنم منظورش اینه که تو سهراب ام جی همون باید حقت سهراب ام جیه پوتک تو کله کیری آقا واسه اینکه پشت مایک بگوزه شما تا سر افسری رو کون میدوی نذار بیشتر از این بگم که هم خودم آره تو رو قرآن بسته آره اگه بخوام اون حقیقت علی النور هم بگم که دیگه به گا میرید علی النور آره اگه بخوام اون حقیقت علی النور هم بگم که دیگه به گا میرید علی النور کیه بچه ها نمیشناسم هشتگ خلیص فرار رو بگایید تو پستی کش آره ببین بچه بعد از این اتفاق طرفدارای پوتک رفتن این هشتگ رو گذاشتن زیر پست زیر پست خلصه بگاهی تو پستی کش آره ببین اینم یادگاریت اوکی شماره و ازالیتو رو اسمس کن اوکی
عجب مدرک سنگینی ازش رو کرده که میگه تکستامو خودم نمینویسم، بهزاد لیتون مینویسه، یا نمیدونم اشاره به همون یه تکست داشته میکرده که در مورد جک و تایتانیک و اینا بوده، نفهمیدم که حالا دقیقا جریان چی بوده، ولی چه دیس پر از فوشی بودش. من خیلی با فوش حال نمی کنم، یعنی دوست ندارم فوشو. متاسفانه میبینم که خیلی بین همه عادی شده و خیلی راحت همه به هم دیگه فوش میدن، توهین میکنن. بچه اگه یه خواننده ای توی سبک رپ حالا از این کلمه ها استفاده میکنه، یه قسمتی از موسیقی رپ اینه. حالا شما فکر نکنین که بعد همین کار بکنین، ویدیوی پوتک رو ببینین، هیچ وقت فوش نمیده تو ویدیوش، این همه ویدیوی خنده‌دار رو باحال درست میکنه ولی فوش نمیده. این آهنگه، حالا شما اینو بمونی آهنگ گوش بکنید ولی ازش الگو نگیرید که تو محاوره روزمرهتون هم این کارو انجام بدید. حالا مثل این که دیسبکش آهنگ سگ‌کشیه تا اونجایی که میدونم، اگر درست میگم بنویسید که اونم با هم ریاکشن بکنیم. خیلی سبکش تو این آهنگ با مثلا اون چیزی که من توی کچی بیتس توی آهنگ بوشیدو شنیدم خیلی فرق میکرد، اونو بیشتر دوست داشتم، یعنی اون بتل خیلی باحال تر بودش مدل خوندنش، ولی حالا اینم بد نبود برای طرفدارای پوتک دیگه. مراقب خودتون باشین، مرسی که همراه هم بودین، خدافظ.